سلام، من فراز هستم و به پارسی تیوی خوش اومدید. این بار در مورد حرفای تلخ رضا رویگری از وضعیت بیماریش در آخرین مصاحبه خودش میگیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. رضا رویگری بازیگر نام‌آشنایی در سینما، تئاتر و تلویزیونه. اما بیشتر از همه کاراکترها و شخصیت‌هایی که ایفا کرده، اون رو به کیان مختارنامه می‌شناسن. حتی خودش هم این اعتقاد رو داره که مردم این قهرمان ایرانی رو بسیار دوست داشتن و انواع و اقسام باستاب‌ها رو در کوچه و خیابان نسبت به این کاراکتر سریال مختارنامه نشون دادن. اما او فقط متعلق به جامعه بازیگری نیست و میتونیم با آثاری که در عرصه موسیقی و نقاشی از خودش به جا گذاشته اون رو یک خواننده و نقاش توانمند هم بدونیم. رضا رویگری متولد 6 دی 1325. او از ازدواج اول خودش فرزندی به نام کیارش داره و در سال 1391 با تارا کریمی ازدواج کرد. این هنرمند از زمانی که در فیلم عقاب ها ظاهر شد تا کنون در فیلم ها و سریال های متعددی بازی کرده که خیلی از اونها مانند اجاره نشین ها، مسافر ری، شب 29 و غیره در ذهن ها مونده. اما سریال های ماندگار زیادی نیز بازی کرده که از جمله می توان به محله بهداشت، معصومیت از دست رفته، به کجا چنین شتابان، تنهایی لیلا و غیره اشاره کرد. آقای رویگری چندی قبل در گفتگویی گفته بود اوضاع مالیش اصلا خوب نیست. گفته این روزها در خونم و مریض و وضع مالی خوبی هم ندارم. فیزیوتراپی و هزینه اجاره خونه و هزینه های روزمره زندگی توان من رو گرفته و روزهای سختی رو میگذرونم. هیچکس در این روزها حالی از من نپرسیده. انگار نه انگار اصلا من وجود دارم و هنوز نفس میکشم. تا وقتی که میتونستم کار کنم از من کار کشیدن و حالا که به سختی راه رسیدم گوشه یه خونه افتادم و کسی خبری از من نمیگیره. این همه سال برای هنر و فرهنگ این مملکت و مردم خوبم زحمت کشیدم، اما در آخر این وضعیت منه. کارهای خوب ارزشی و مهمی رو بازی کردم که بسیاری از بازیگران در کارنامه خودشون این مجموعه هایی که من کار کردم رو ندارن. این همه سال برای فرهنگ و هنر زحمت کشیدم. در این شرایط اقتصادی ناشی از کرونا، اونها که سالم هستند با مشکلات عدیده مالی دست و پنجه نرم می‌کنند. دیگه چه برسه به من که توان فعالیت و کار کردن هم ندارم. ماهاست اجاره خونه عقب افتاده و صاحب خونه مدام تماس می‌گیره و واقعاً نمی‌دونم باید دردم رو به چه کسی بگم. بسته به وضعیت جسمی و نظر دکتر هفته ای 3 یا 4 روز فیزیوتراپی می‌کنم و توان پرداخت هزینه های اون رو هم ندارم. امیدوارم مسئولان فرهنگی و دوستان از حال من باخبر بشن و در این وضعیت که به کمک نیاز دارم دریغ نکنن. سریال های مختارنامه، معصومیت از دست رفته، سالهای مشروطه و سرود ایران ایران رو برای این مملکت و مردم انجام دادم. در هر کشوری مسئولان فرهنگی به هنرمندان خودشون اهمیت میدن و در دوران سختی امکاناتی رو برای اونها فراهم میکنن. اما متاسفانه در اینجا اینطور نیست. به لحاظ حرکتی مشکل دارم و هزینه های درمان هم بالاست. گاهی آرزو میکنم کاش بازیگری رو کنار میذاشتم تا شاید به این وضعیت دچار نمیشدم. وی همچنین گفته در خونه که هستم گاهی سریال های تلویزیونی رو دنبال میکنم و خاطرات خوب گذشته با دوستان رو مرور میکنم. زمانی که توان بازیگری داشتم با عشق بازی میکردم و میزان دستمزد و مسائل مالی که الان برای خیلی از بازیگران مهمه برای من مهم نبود. وی با اشاره به ضرورت واکسیناسیون سراسری بیان کرد روزانه اخباری مربوط به کرونا رو دنبال میکنم و از این اتفاقاتی که هر روز شاهد اون هستیم ناراحتم. متاسفانه با شیوع ویروس کرونا از ابتدا تا الان خیلی از دوستان و همکاران و مردم عزیزمون رو از دست دادیم. این موج جدید هم ظاهراً کشنده تره و امیدوارم واکسیناسیون سراسری با جدیت و سریع‌تر انجام بشه.
من هنوز واکسن کرونا نزدم و نمیدونم در صورت مبتلا شدن چه کاری میتونم بکنم. رضا رویگری در ادامه گفته مردم در کوچه و خیابان محبتشون رو به ما میرسونن و بی‌نظیرن. همکارها هم گهگاهی سری میزنن ولی اونهایی که باید سر بزنن نمیزنن. او در آخرین مصاحبه خودش گفته از خودم به خاطر اشتباهاتم خیلی دلخورم. که اصلا انسان جایز الخطا است که نباید اینجوری باشه به خاطر یه حرف خودش رو بری بدون از اتفاقات زندگی. من از کسی انتظاری ندارم. عشقی که مردم به من دادن واقعا با این همه طرفدارانی که دارم و عاشقان دوستم دارن ممنونم و هیچ کس نمیتونه حتی با این همه ثروت بتونه کسی رو مجبور کنه دوستش داشته باشم. اما مردم واقعا انتظارات منو برآورده کردن و این چیزیه که توی هنر گیرم اومده و ممنونم ازشون. اما متاسفانه مسئولین این بازیگرا و مردم رو نمیبینن و بارها گفتم در مورد همه ی هنرمندا صدق میکنه که اونها خونه نشین شدن و بیکار هستن. اون هم با این بودجه های زیاد و دستمزدهایی که زمان ما نمیدادن و الان دارن پرداخت میکنن. واقعا در زمان ما پرداخت نمیشد. من 57 ساله در تئاتر و تلویزیون کار میکنم و الان این همه سال هر چی گرفتم و به شما میدم و فقط یک سوم این هزینه ی بودجه بازیگرای الان رو به من بدن راضی هستم. او در مورد بزرگترین ترسش توضیح داده و گفته بزرگترین ترس من اینه که سر برج برسه و کرایه منزل نداشته باشم. دلم میخواد عاقبت به خیر بشم و بتونم زندگیم رو بچرخونم. همین حالا اجاره نشینم. رضا رویگری بازیگر اجاره نشینهای داریوش مهرجویی ادامه داد بیش از 50 ساله که کار میکنم. پول هم کم در نیاوردم اما دوروبرم کسانی بودن که استحقاق نداشتن. از من میکندند و میبردند. من هم بغض بیزینس نداشتم. پدرم هم نداشت. مغازه داشت اما چون سواد نداشت همه نسیه میبردند و میخوردند. الان هم که نمیتونم کار کنم و توان مالی مساعدی ندارم. واقعا در شرایط بد زندگی در کنار همسرم زندگی میکنم و همیشه گفتم شرمنده ی همسرم هستم که همیشه و همه جا در کنار من و حامی من بوده و هست. که اگه نبود تا الان من هم نبودم. در آخر برای سلامتی این بازیگر خوب لطفاً دعا کنید. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر به برنامه های ما علاقه مندید میتونید در زیر همین ویدیو با سابسکرایب کردن عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد خدا نگهدارتون.